یه دونه مینی فرز قدیمی دارم، یه دونه موتور جوش کوچولو و یه دونه رینگ قدیمی. آیا با اینها و با این پروفیلی که دارم میشه یه دونه رینگ اسپورت ساخت و یه بیزینس جدید آغاز کرد؟ بیاید با هم دیگه تستش کنیم. ویدیو رو لایکش کنید تا آخرش بیاید. بچه‌ها کاری که باید بکنیم این سنت رو نباید به هم بزنیم. خب اولین کاری که باید بکنیم اینه که یه سری شیار اینجا باز کنیم و اندازه‌ای که می‌خوایم از این پروفیله ببریم و اینجا جوش بدیم به این سنتر. اوکی. بعدش که کارمون تموم شد، جوشکاری ها تموم شد، این قسمت هلالی شکل رو باید ببریم. اگه اولین رو ببریم بعد اینا رو بخوایم جوش بدیم، کلن سنترمون رو از دست میدیم و کلن قضیه تاب برمیداره. پس اولین کاری که باید بکنیم اینه که این تیکه ها رو برای جای این پروفیل آماده کنیم. پروفیل هم جوش میخوره به اینجا و به اینجا. بچه ها یه خواهشی ازتون دارم، این کار هیچ وقت انجام ندادید خودتون، چون که این کار واقعا خطرناکه، در حد آزمایشه. این چهار تا رینگتون رو بخواید اینجوری کنید برید توی جاده، این خیلی احتمالش اینه که ببره تاب بیفته و ماشینتون چک کنه. پس فقط در حد تست داریم انجام میدیم. بریم که انجام بدیم. لایکش کنید، سابسکرایب فراموش نکنید. اول تعداد پره‌ای که می‌خوایم رو باید مشخص کنیم. برای اینکه هم مرکز و مرتب باشه من از این شیارهای خودش استفاده می‌کنم. یعنی روبروی اینا رو می‌بریم، حالا هر تعدادی که هست از اون پروفیل جوش می‌دیم. امیدوارم که کم نیاد. اول جوانب ایمیلی رو رعایت کنیم با هم دیگه. من یه دونه از این عینکا خریدم، با هم دیگه آنباکسش کنیم. وا! اینا رو میگم که با شلوار کردی و زیر پیرنی وای نزدید این کارو بکنید، خیلی خوشگل و جذاب. یه دونه از این گوشی هم دارید چون میخواید فرسکاری بکنید. صدا خودمو فقط دارم میفهمم. برای اینکه بخوایم این رینگو ببریم احتمال میدم، حالا اندازشو میگیرم، ولی این ورق 3 دو تا استیل بور گرفتم، حس میکنم خیلی بریدنش سخته، ولی این کارو میکنه. پشمام ورق این ورق 5 4 و 5 میلی متر نمیدونم که میتونه تحمل کنه این پروفیل کوچولو ما یا نه، ولی خواستم ظریف بردارم. حس میکنم دیگه تاش دیگه نمیتونه. اینو بذاریم اینجا. بچه ها من یه ایده دیگه دارم که کمتر میتونیم از این مینی فرز استفاده کنیم و میتونیم بعدا رینگو با هوا برش در بیاریم. اینا رو کوچولو کوچولو ببریم، از پشت به اینجا جوش بدیم و بعدش ببرمش اینو کلا درش بیاریم. فکر کنم اینجوری راحت‌تر. 10 تا میخوام، بذار یه دونه ببرم. بچه خیلی خوب شد، نگاه کن اینا اینجا جوشش میدیم کامل، اینجا هم میره اینجا، فقط من موندم این میتونه تحمل کنه یا نه. از پشتم این شکلی میشه، بعد در آخر اینو با هوا برش میبریم. پس بیا یه تعدادی از اینا ببریم. یه نکته مهم در مورد جوشکاری و فرسکاری، چون براده و پیسه میره داخلش و اسپیکرش کلن پر میشه و کلن اسپیکرتون از بین میره. من 3 تا گوشی اینجوری داغون کردم. که چسب 5 سانتی بیارید برای گوشی من، این قسمت برای شارژر و میکروفونه. اینا رو با چسب بپوشونید حتما. بچه 4 تا دیگه آماده کردم. الان وقت قسمت مورد علاقمه، جوشکاری. حدود 3-4 سال جوشکاری نکردم. آه، همیشه از ابزارتون مراقبت کنه. این 2 سال دست من نیست. نگاه کن چه وضعشه، این بریده، این چن انقدر بدم میاد اینا رو وصل میکنن. اصلا انبارش کنین، پوکیده این. خب این از این یکی خیلی شیک و قشنگ. تا تو یه کامنت انگلیسی بذاری من برام یه دونه انبار برای این بخرم بیام. ولی خداییش خوشگل میشه، اون هلالی رو در بیارم درست میشه. ولی سوال مهم اینه که آیا این قضیه جواب میده و اصلا تا نمیشه، نمیشکنه و اصلا ایمنه که ما بندازیمش زیر ماشین یا نه. همه اینا رو میفهمیم. خرجایی که برای این رینگ کردنم بهتون میگم که قیمت دستتون بیاد که چقدر ارزون میشه. یه سری ایده ها رو قشنگ پیاده کرد. کلا 54000 تومان اون پروفیلی شد که من خریدم. اون نمیدونم جواب بده یا نه. احتمالاً باید تقویتش کنی. یه خورده الکترود میخوای، مینی فرز و یه خورده استیل بور و اینجور چیزا که کلن همه اینا 100 تومن نمیشه. یعنی کلن تا الان 150000 تومن از این کردم. ببین دوستان چی میشه. حاجی این شد 250000 تومن. چه خبره؟ یه دست است دیگه. اگه پیچ پوشتی کوچولو برای باز کردن این پیچای ریز نداشتی، باید اون الکترود جوشکاری این حرکت رو بزنید. پیش پیشتی دو سو کوچولو دارید، همین سادگی. خب بالاخره راه افتاد. ببینم روشن میشه. بله میذاریمش روی 100 و یادم نیست باید روی چند میذاشته باشه. اول اتصال رو وصل میکنم یه جایی که اتصال داشته باشه. حالا نوبت انبوره. به این میگه انبور. الان آماده کاری. اولین کاری که توی جوشکاری باید انجام بدین اینه که تک فال بزنید. انقدر کثیفه که اتصال برقرار نمیشه. باید به ترتیب همه رو تک حال بزنیم. صدا زیاده و صدا چه رینگی ساختیم. این ورش اوکی شد. همه شون بودیدن که
رینگی میکنه. حس میکنم رینگمون خفن و جذاب میشه. حالا بعد اینا رو جوش بدیم. فقط یه نکته در مورد جوشکاری هست که اینکه جوش خودشو میکشه. یعنی یه قطره جوش میدید خودشو میکشه. به خاطر همین ما باید روبرو هم جوش بدیم که این سنترمون البته به هم نمیریزه. ولی خب اصولش اینه که اینو جوش بدیم، بعد اینو این یکی رو جوش بدیم، روبروی هم جوش بدیم و جوشاش که کامل شد، خنک شد، بعد این قطره ببریم. بازم اینا همه در حد تست و من نمیدونم این قضیه جواب میده یا نه. آکسشو از دست نمیده، سنترشو از دست نمیده، بالانسیشو هنوز داره یا نه. ولی دیدم یه نفر این کارو کرده قبلا و منم گفتم که یه بار دیگه تستش کنیم. بچا نکته بعدی که میخوام بهتون بگم، هیچ وقت لاستیکتون باد نباشه چون احتمال ترکیدنش خیلی هست. بخاطر همین من این لاستیک ترکونده رو آوردم و این لاستیک توی قسمت 1 آردی اگه ویدیوشو ندیدین بالا میاد، گوش بزن ببینش. یه تست خفن باهاش رفتیم، این بلا سرش اومد. بچه این قسمتش کاملا جوشکاری شامل شد. حالا این ورش رو باید جوشکاری کنیم. سیمش هم فکر کنم کهنه از زوب شد یا من بهش فشار آوردم. آره تموم شد. خب بس برو بشه. چرا خاموش نمیشی؟ این کلا نابود شد سیمه. رو اول تست بزنیم ببینیم با مینی فرز میشه اینو برید. اگه نبرید باید هواگاز ببریم. حالا که دیگه میشه بریدش، باید اینو از این زیر اینجوری ببریم، از اینجا هم باید ببریم دور تا دور تا قلمبگی رو کلن در بیاریم. لفظو داشتی قلمبگی، کلمات فارسی نداری، برجستگی. خب مرکز کار تقریبا تموم شد، اما بحثی که هست اینو زیاد نمیشه از بیخ برید که مینی فرز را نداره و میخوره به اینا. بعد از یه خورده بالاتر ببریمش که را داره. واقعا آدم سخت کوشی هستم. آخه کی با مینی فرز یه دونه رینگ 5 میلیمتری رو میبره؟ به این قسمتاش باز شده از هم دیگه. این یکی رو من ببرم دیگه کنکله، کلا باز میشه و مونده اینا. بچه تقریبا ول شد. نه چرا دیگه ول نمی کنه، ولی خب یه تکونه ریزیم. این ورش بچه قیافه من نگاه، شبیه معدن چیا شدم. چه خبره؟ خدا وکیلی کدوم یوتیوبر دیدی این شکلی باشه؟ اتو کشیده نباشه، پشت سیستم نباشه. بچه ها لحظه مود پشمان به همه ماشین بازا تبریک میگم. ما رینگ ساختیم و این رینگمونه. چطور ممکنه؟ چجوری تونستی بزن؟ یه مقدار ضعیفه این پروفیل، اینجا باید جوشش کامل بشه. اون پشتم به نظرم یه خورده مهار باید بهش بزن. یعنی یه سری پروفیل اگه باشه از اینجا بخوره به اینجا دیگه 100% مشکلی براش پیش نمیاد. باید جوشکاری همه سیاه و تار. بچه ها اگه تازه با هم آشنا شدید، این ماشین تمام لوازمش، اکثر لوازمش دستازه. پلی لیستش این بالا میاد، تمام قسمتاش اومده. ببینید خب 60,000 تومان هم اینا شدن. اگه دقت کردید معلوم بود که دست سازه و حالا یه جوری یه جاهایش برشاش کج و کله بود. داشتم فکر کردم چجوری رنگش کنم که اصلا پیدا نباشه. این وسیله دست سازه، یکی از فالوورها بود اومد کنارم. من که بریم جوشاشو محکم کنیم و رنگش کنیم، بعدش باید تازه لاستیکو بندازیم، بریم تست بگیریم ببینیم کنده نمیشه. آیا بی خیال چی شده؟ هیچ وقت اینجا تصادف نمیشد که آمبولانس بیاد. پشمام باشه. من پروفیل خریدم ولی اینا رو نمیشه اینجا زد چون که هم سخته هم خیلی کوتاهه و نمیذاره که چرخ بشینه روی کار. چاره ای نیست، همینو کامل جوش میدم ببینیم چه اتفاقی میفته. کامل جوش دادن یعنی اینا رو از این ور جوش میدم و حالا اینورم که راه نداره ولی اینا رو میشه جوش داد که سفت و محکم بشه. بعد این کار همینجوری خالی روی ماشین میبندمش پنچر ببینم جواب میده یا نه. اگه جواب داد دیگه رنگ و تشکیلاتشو انجام میدم. خب بچا رینگم جوشکاریش تموم شد. چیز خفن بهتون نشون میدم از جوشکاری حاجیتون صفا باشه. حاجی ما جوشکاری هم تقریبا. خب بچه تقریبا این از پشت کار و این از جلوی کار اصلا بهش نمیخوره، یه رینگ فولادی معمولیه. نوبتی هم که باشه نوبت پرداخت کاریه. پرداخت منظورم اینه که یه سنگی به اینا بگیریم. برنهایتا این رینگ ما شد، چطور ممکنه؟ بریم ببندیمش روی ماشین. باید تورش بدیم. چه خوشگله انسان. صفا باشه، آردی داره میره بالا. تا قبلش پیچاینو باز کنیم، شل کنیم. چرا این پیچاش هم شلن یا آردیه؟ This RB
بالا ادامهش باید بریم بالا. به تو اوه سیستم داره کش میاد. خب لحظه قشنگی این لحظه. لاستیک قدیمی خدا حافظ ای لاستیک قدیمی. ببینیم چیکار میخوای بکنی. اوف کشیمون رینگ اسپورت آخرش خودمون میکشیم با این ماشین. پیچاش بود همین الان دستم بودا. بعد جلو بندازیم که دیسکی دیسکش پیدا باشه. یعنی لنت چیه کاسه است یا جالب نیست. رسیدیم به این آردی خسته انگار ده چرخ. خب تا اینجا این رینگی شد که ما داریم. البته رنگ نیست میدونی تا خیلی تاثیر داره این قضیه. خب بچه ها تست اولو میریم باهاش. یعنی رینگش داره میچرخه. سرعتمون انقده در راه اومدم فقط ببینم چه اتفاقی براش افتاد. متاسفانه با این نمیشه تست کرد. ولی خب تا همینجاش هم فهمیدیم که وزنش حداقل میتونه تحمل کنه. الان کاری که باید بکنیم اینه که درش بیاریم، قسمت مورد علاقه رنگش کنیم، یه خورده پشتش رو پرداخت کنیم چون قشنگ نچسبیده بود به کار و یکم موجب این بود که نابالانسی پیش بیاد. کفش صاف نبود. میخوام کفشو الان صاف کنم، رنگش کنم، بعد ببریم لاستیکشو بندازه روش. از این موقع آدم انقدر سخت شرف حرفتو بزن. بگو میخوام این کارو رو بکنم. اینا بودن کف کار میگفتن برجستگی داره، نمیذاره 100 درصد روی کف کار بشینه. جر خوردم. لایکش کنید ویدیو رو، لایکش رو 15000 تا برسونید حتما. اینا به من انگیزه میده. رنگی که میخوام بهش بزنیم قطعا مشکی ماته، چون که خیلی داغونه و مشکی مات باز نشون نده. این که خالیه. این چیه؟ یه مشکی براه. بله اینجاست. بچه ها میتونیم هیدروگرافیش هم بکنیم. اگه آموزش هیدروگرافی ندیدی نمیدونی چه جوری هیدروگرافی کنی. ویدیوش این بالا میاد بزنمش ببینش. ولی خب تشتم کوچیکه. اینا تشتم برای هیدروگرافی کوچیکه. رینگه بزرگتره اینه. قبل از اینکه بخوایم رنگش کنیم تایم تمیزکاری رینگه. بستنی شاه توت بخور. میو رینگمون به اینجا رسید. فقط باید صبر کنیم تا خوش بشه و مات بشه. ببینید براقه پیش نمیخوره رینگ دستاز باشه. وقتی که میای اینجا بعد مشخص میشه. ببریم اش لاستیک معرکه روش بندازیم. صندوق دیسیش با یه کیف و دو تا لاستیک و یه دونه ساب پر میشه. ببینید این بسته میشه. بله آردی بدبخت نگاه گیر ما افتاده. بله مشاهده میکنید ساعت 3 و اتو سرویس پیمان بسته است. از اونجایی که زاپاس 206 هم اونجاست باید همونجا بریم بقیه کار رو انجام بدیم. گیر افتادیم نمیتونم جای دیگه برم. قبل و بعد این قبل و بعد منم هزینه والف و تعویض لاستیک. بیا بیرون ببینم خوشگله 200000 تومان. بد نشد انصافا. فقط اگه جلو می بود خیلی بهتر میشد. روی لاستیک جلو می افتاد دیسک پشتش بود خیلی قشنگتر میشد ولی خطرناکتره چون رو فرمونه. حالا این عقب باشه تاش اینه که کنده میشه. ما میتونیم با دریفت جمعش کنیم ولی جلو باشه هیچ کارش نمیشه کرد. میره تو دیوار. و اما لحظه موعود اومد که بریم تستش کنیم. اولین تستا چقدر روون خوبه. هیچ چیزی حس نمی کنم. نابالانسی لنگی چیزی. بچه تا الان مسیری که اومدیم یه نفری بوده و فشاری من ماشین نیاوردم، توی چاله چوله هم نیافتاده. اگه 5 نفر توی ماشین باشه، بار باشه، بکوبه تو چاله، خیلی وضعیتش متفاوته. گول نخورید بگید بنیامین رفت درست کرد، ما هم بریم برای ماشین درست کنیم، خیلی خطرناکه. ولی اگه تونستید از این ایده استفاده کردید، رینگ درست کردید و فروختید، یه 4 حلقه هم برای ما بفرستید. خیلی چاکریم. بچه یکم سرعتمون رو ببریم بالا ببینیم چه اتفاقی میفته. در نره. الان که اتفاقی برام نیافتاده هنوز زندم. آه چطور ممکنه من هنوز زندم؟ بچه هیچ ذوقی نداشتم سر درست کردن این رینگ. مثلا الان یکی دیگه بود میگفت آه رینگ دستساز چطور تونستی مرد؟ من انقدر از این چیزا ساختم و نتیجه گرفته بجز اون سوپر شارژره عادی شده برام. این از رینگ ما فقط
به این ماشین نمیاد و کاسه ایه، اگه جلو بنزینش خیلی قشنگ‌تر میشه. شاید جابجاش کردم ولی امروز اصلا حال ندارم. البته اینی که به این ماشین نمیادم بی تاثیر نیستا، انگار هر چی روش بندازی آردیه، آردیه که یه رینگ روش انداختی. نمیدونم گفتم یا نه، ولی اگه بخوام برای سه تا رینگ دیگه اش هم این کارو بکنم، شاید نتونم این کارو بکنم چون نه حوصله‌ش دارم نه وقتشو. ولی اگه دیگه دیدم واقعا خوبه باید این کارو انجام بدم، میرم این جوشکار انجام بده، دیگه کاری نداره که. ولی ایده جالبیه. نگاه کن توی هر ویدیوهای من نگاه کنی، یکم تیز باشی یه دونه ایده میگیری، میری یه دونه شرکت میزنی، محصول میزنی، زندگی میکنی. حالا بعد یکم تیز باشی، حالا همین یه ایده است. ولی خب هیچکی انجام نداده، هیچکی هم چیز نشده. البته هستن ها، یه کسایی هستن اکسترودش میکنن، اینو بزرگترش میکنن، چی بهش میگن، بکنم درش میکنن، برعکسش میکنن. این هم یه مدلشه دیگه. ولی خب باید ایمنی داشته باشه لامصب. رینگ یه چیز خیلی حیاتی شوخی نیست، استاندارد میخواد. دقیقاً از اینجا خب کس نمیفهمه که این رینگ دستسازه، ولی از اینجا دیگه از اینجا میفهمی دیگه. ولی در کل خوبه. اینا از پست امروز نمیدونم چم بود، صبح یهو بلند شدم رفتم دستکشیشو آوردم، مینی فرزو در آوردم، رینگو در، اصلا نه ایده ای، نه دیالوگی، نه هیچ. بریدیم اینو زدیم جوش دادیم و فلان و اینا، لایکش کنید. اگه بقیه ویدیوهام ندیدی بیا ببین، کامنت انگلیسی برام بذار. و این ماشین قرار خیلی کارا روش انجام بشه، ممکنه الان که داری این ویدیو رو میبینی من خیلی کارا کرده باشم، ولی خب گرفتمش برای اینکه یه سری تستای خودم رو روش انجام بدم، یه سری ایده دارم روش انجام بدم. شما هم یه سری ایده بگیرید، تبادل ایده ای داشته باشیم دیگه. در کل سخن آخر، خدافظ.